بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. چه سخت است تسلیت گفتن در برابر غم از دست دادن جوانان میهنم، جوانانی که امید و آینده نیکوی افغانستانن، و تسلیت قطره است در برابر غم دریاگونه ما. با امید روزی که در افغانستان صلح پایدار برقرار باشد و عاری از هر نوع جنگ باشد، تا جوانان ما با خاطر آسوده بتوانند در پی تحصیل علم و دانش باشند، تا آینده بهتری برای افغانستان در نظر داشته باشیم. و از خداوند متعال برای بازماندگان شهدا صبر جمیل خواهانم. سلام، عظم الله اجرکم و احسن عزایکم و غفر لمیتکم. تفاجه اخیر کوثر دانش و دانشگاه کابل واقعا از جمله غم‌انگیزترین حادثات وحشتناک کشور عزیز ما بوده. یاد این لاله ها همیشه در ذهن و قلب ما خواهد ماند. امیدوارم ملت عزیزمان یک دست شده و دشمنان خیش را شناخته باشند. انا لله و انا الیه راجعون. به نام خداوند یکتا مهربان، همدیگر را سیر ببینید. در این شهر دیدار دوباره یک تصادف است. حوادث اخیری که در افغانستان رخ داد قلب های من را تیکه تیکه ساخت. آهان هده از فامیل هایی که فرزندانشان را در این حوادث از دست دادن، چشمانشان غرق خون و قلب هایشان را تیکه تیکه ساخت. کرسی کوثر، بزرگترین مرکز آموزشی افغانستان، پوهنتون کابل، و امروز و یمای سیاوش، گناه این جوانان، گناه این محصلین و گناه این خواهران و برادران من چی بود؟ به خاطر که قلم برداشتن، به خاطر که حلم آموختن، یا به خاطر که گپ حق را می زدن، به خاطر سال همه جنگیدن. سیاوش عزیز، خداوند غریق رحمتت کنم. جوان بودی که همیشه به خاطر هر جوان استادگی میکردی، صدای هر جوان را صدا میزد، و این نامردان تو را از جمع ما گرفت. از خداوند متعال برای شهادتان من که جام شهادت را نوشیدن جنت الفردوس را خوانیم، روشان شاد باد. با نام خداوند متعال، عطا محمد سلیمانی هستم، یکی از محصلین پوهنزه حقوق و همچنان بازیکن تیم ملی والیبال افغانستان. میخوام راجع به حادثه اخیر دلخراشی که در پوهنتون کابل رخ داد، در حقیقت حمله بر پیکر نسل تغییر است که ما ورزشکاران نیز خود را جز این پیکر میدانیم و قلبا اندوهگین هستیم. از خداوند متعال برای 22 گل پرپر شده این رویداد غم انگیز طلب مغفرت داریم و برای آرمان هایشان تغییر این وضعیت نهایت تلاش خواهیم کرد. تشکر از همه شما. انا لله و انا الیه راجعون. حادثه وحشتناک پوهنتون کابل در عمیقی را بر دل همه ما افغان ها جا گذاشت. تسلیت عرض میکنم به همه خانواده دختری که در این حادثه وحشتناک جگرگوشه خود را از دست دادن. امیدوار هستم که غم آخرتان باشه و از صمیم قلب در غمتان شریک هستیم. متاسفانه بار دیگر دشمنان کینه‌توز بشریت و خونتشنگان ملت ستم دیده و درد کشیده افغانستان با سموم جهل و بغاوتشان در پی تاریک ساختن روشنی اندیشه و هدایت برآمدند و جان کثیری از پویندگان دانش و معرفت را قربانی جهالت و لجاجتشان ساختن. من از ضمن تقبه عمل وحشیانه و جنایتکارانهشان بر قربانیان این حادثه علمناک بهشت برین و قرب الهی و بر ملت عزادار و در خون نشسته افغانستان شکیبایی و استقامت را مسئلت می دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما اعضای تیم فوتبال بانوان طلوع خورشید بامیان پیام تسلیت خیش را به شهدای حملات انتحاری کورس کوثر دانش و دانشگاه کابل عرض می داریم و برای اعضای فامیلشان صبر جمیل و برای خود شهدای این حادثات بهشت برین را از بارگاه متعال خواهانیم. با احترام بانوان تیم فوتبال طلوع خورشید بامیان. سلام احترامات خدمت همه هموطنان عزیزم. در نخست تسلیت بر همه خانواده های شهدای وطن عزیزم. بنده یکی از ورزشکاران افغانستان که در حدود 2 دهه رشته ورزشی فعالیت دارم و در این اواخر همه ایمان شما شاهد 2 حمله تروریستی دشمنان کشور بودیم که در یکی از کورس های شخصی و دانشگاه کابل و بسیار بیرحمانه انجام دادن. واقعا خیلی متاثر کننده و غم انگیز بوده و خداوند جل جلاله او ما را هدایت و دشمنان کشورمون را به سزای اعمالشان برساند. در گذشت یما سیاوش چنان سنگین و جانسوز است که به سختی به باور می نشیند، اما در برابر تقدیر الهی چاره ای جز تسلیم نیست. این ماتم را به ملت افغانستان تسلیت عرض نموده و برای خانواده آن عزیز صبر و برای آن عزیز سفر کرده درجات می طلبد. سلام خدمت تمام دوستان. در باره حادثه ای که در دانشگاه کابل رخ داد بسیار مایوس کننده بود و میخوام چند حرف داشته باشم. اول ما تحصیل میکنیم تا با شهادت برسیم. 12 سال مکتب، آمادگی کنکور، بعدن 4 سال دانشگاه و بعدن توسط یک مرمی قیمت آن شاید 25 افغانی باشه با تمام آرزوهای ما از بین میره. تا به کی ما قربانی جنگ باشیم؟ تا به کی ما شهید بدهیم؟ تا به کی ما بگیم که این عملات رو ما تقویه میکنیم؟ تا به کی؟ سلام. فاجعه جانگوداز درگذشت دانشجویان پوهنتون کابل را از صمیم قلبم به ملت عزیزم افغانستان و همچنین خانواده های این شهیدان پاک تسلیت عرض می کنم. امیدوارم یه روزی کشور عزیزم افغانستان عاری از هر گونه خشونت و جنگ. سلام. حوادث غم‌انگیز کورس کوثر دانش و پوهنتون کابل را به تمام ملت افغانستان تسلیت عرض می‌کنم. خدا کنه که بدخواهان این ملت متوجه این موضوع شده باشند که با این کارشان چیزی جز تنفر نصیبشان نمیشه. از خداوند بزرگ صبر و شکیبایی را برای داغدیدگان این حوادث آرزو می‌کنم. به نام آن که تن را نور جان داد، خرد را سوی دانایی عنان داد. سلام. فهیمه احمدی هستم، ملی پوش تیم بسکتبال. هرچند می دارم در این شرایط هیچ کلامی تسلی بخش درد و غم شما و خانواده تان نیست، ولی خواستم بدانید که ما در کنارتان هستیم. می دانم این جمله دردتان را سبک نمی کنم. می دانم داغ دارید. می دانم هیچ چیزی نمی تانه غم از دست دادن عزیزانتان را کم کند. درکتان می کنیم و عمق غمتان را می فهمیم. می دانیم که یک چیزهایی برایتان می شود حسرت. حسرت یک بار دیدن دختر یا پسر جوان و رعنایتان. حسرت یک بار دیگه در آغوش پدر و یا مادرت رفتن و یا حسرت یک بار شنیدن صدای عزیزتان. عزادار بودن شما بر ما گران سنگ است، اما زندگی کن هموطن. و تسلیت گفتن کوچکترین گفتار ما در این لحظه هاست. اما اجازه بدین به نمایندگی از قشر جوانان در گذشت و شهادت عزیزانتان را براتان تسلیت درس کنم و برایتان صبر جمیل از خداوند متعال آرزومندم. روحشان شاد و یادشان گرامی.